بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. چهارشنبه چهارم ماه ژانویه 2017 میلادی و برابر است با 15 دی ماه 1395. بله، چند دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردم، این هم برای دوستانی که گله میکنن که آقا قبلا ما با شما 2 ساعت بودیم، حالا یه روز 1 ساعته، یه روز نیم ساعته و الی آخر. خوشحالم که اگر زودتر آمدید خب میبینید که ما اینجا هستیم، اگرم هنوز نیامدید که بعدن چه از روی تلویزیون مردم، وبسایت تلویزیون مردم، چه از روی فیسبوک ما خواهید دید. صحبت از فیسبوک شد، اجازه بدید که من یک لحظه این با فیسبوک خودم چیز کنم، به اصطلاح شیر کنم. شماها که زحمت نمیکشین، ما مجبوریم این کارو بکنیم. خیلی ساده است، زیر تصویر روی فیسبوک می نویسید که بله شیر آن پیج یو منیج. مال شما ممکنه فرق کنه، فقط بزنید شیر بره دیگه، ولی مال ما چون 2-3 تا صفحه داریم میپرسه ازمون کدوم صفحه. ماشاءالله ما خیلی دارا هستیم، مثل این آقای جان مککین هست که گفتنش چند تا خونه داری گفت نمیدونم. حالا این آقا میخواست بشه رئیس جمهور و به اصطلاح درد مردم معمولی کوچه و خیابان رو درمان کنه و به اصطلاح از لحاظ اقتصادی بهشون کمک کنه. خب حتما میدونید که اون روز اول، یعنی همون ساعات اول روز یکم ژانویه در ترکیه، در استانبول، در یک دیسکوی یه نفر آمد و تیراندازی کرد و 30 چند نفر رو کشت و یه عده‌ای رو زخمی کرد و اینها. تا امروز هم فکر کنم پیداش نکردن، ولی پلیس از دیروز میگه که ما او رو شناسایی کردیم ولی مشخصاتش رو نمیگیم. به نظر من خیلی احمقانه است، چون عکسش رو نشون میدن، فقط میگه مشخصاتش رو نمیگیم. خب اگه یک کسی این عکس رو درست تشخیص نده، ولی شما اسمش رو بگی، فامیلش رو بگی، تو کدوم محل بوده، ممکنه الان یکی بدونه، معرفی کنه و الی آخر. ولی بعضی وقتا هست این پلیسا و به اصطلاح چیزای کاراگاه ها و اینها یه چیزای مخصوص خودشون رو دارن که ما نه بلدیم نه دخالت میکنیم، ولی میکن. و اما دیروز بعد از تعطیلات کریسمس و سال نو اینها، اولین روز کار مجلسین آمریکا بود، مجلس سنا و مجلس شورای ملیشون که یکیش سنت بهش میگن، یکیشم بهش میگن House of Representatives، خانه اونهایی که به اصطلاح نمایندگان من و شما هستن. و شما حالا اگه فکر کنین روز اول که اومدن اینا به فکر این بودن که آیسیس رو از بین ببرن، نمیدونم بیمه من و شما رو بالا ببرن، حقوق این بیچاره هایی که هفته 60 ساعت کار میکنن، 40 ساعت کار میکنن، 50 ساعت کار میکنن، ولی مجبورن برن فود استمپ بگیرن، مجبورن برن بیمه دولتی بگیرن و اینها رو زیاد میکنن. اصلا از این خبرها نبود. شاید اگه شنیده باشید که حتما شاخ در آوردید، حالا رفتید شاختون رو تراشیدید، مثل من امروز یکم شاخم رو کوتاه کردم. اگه نشنیدید مواظب باشید شاخ در نیارید. این پدر سوخته ها دیروز دور هم جمع شدن، نشستن تا یک کمیته‌ای که به نام کمیته اخلاقه. اگر یک کسی اونجا دزدی میکنه، کار خلافی میکنه و اینها، اون کمیته اخلاق به اون کار رسیدگی میکنه. اینها تنها هم مقامشون این بود که این کمیته اخلاق رو ببندن و از بین بره. دیگه آش انقدر شور بود که خود آشپز به صدا در اومد. خود این آقای ترامپ گفت آقا دیگه خجالت بکشید، حالا درسته که من دارم میشم رئیس جمهور، ولی آخه احمقا یه مقداری هم واقعا میگن. وقتا هم گفتن حیا به چشمه که اینا چشم و رو هم ندارن. میخواستن این کمیته رو، حالا این کمیته چیه؟ مثلا یه جا یه نمایندهی پول از یکی میگیره، یک کسی یه رابطهی برقرار میکنه با یه نفر، اینها
مثل قسمت دکترام دارن، قسمت وکیلام دارن یه همچین چیزی که اگه یه اشکالی پیش بیاد، مثلا این آقای دکتر محیط یه ماجرایی بود که تو مطبش با یه خانمی اشبازی کرده بود، بعد با وجودی که در دادگاه به اصطلاح چی شد وقتی که محکوم نمیشن چی میگه تبرئه شد، ولی اون نظام پزشکی گفت که نه آقا، شما دکتر مملکتی، شما تو مطبت همچین کاری رو نباید انجام بدی. و این همون کاری هست که تو ایران هم میگیم، میگفتن شرعن و عرفن، قانونن و نمیدونم مورال، اینجا میگن به اصطلاح لیگالی اور مورالی. مورال یعنی همون چی بهش بگم، اخلاق، معرفت، شرف، نمیدونم یه چیز دیگه من نمیتونم جاش بذارم. در هر صورت اینم از سخت کار کردن این نمایندگان مجلس و سنای آمریکا که بیچاره اونایی که به امید اینها نشستن. گفت اگر به انتظار من بیدل نشستی، برو فکری بکن که ول نشستی. خب بهتون گفتم ژانویه، چهارم ژانویه 2017 است، 15 دی ماه 1395. الانم که تازه چند دقیقه برنامه رو شروع کردم، به وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا 1:38 هست. دلیلش اینه که میخواستم دیروز یه برنامه بذارم، حقیقتش گرفتار شدم نتونستم و امروز یه کمی زودتر شروع کردم. باز یه حقیقت دیگه‌ای با یک جوانی که تازه از ایران آمده ترکیه و ایشون توی وزارت اطلاعات بوده، مثل اون آقای شاهین ترکمن اینا، قرار بود صحبت کنیم. بهش گفتم من برنامه رو زودتر شروع میکنم که این اضافه برنامه رو بدیم به ایشون، ولی اسکایپش درست نشد. این بنده خدا هم میدونی وقتی میان حالت پناهندگی و اینها و اون به اصطلاح مقداری هم حالت برزخ، نابسامانی و اینا هم همشون دیگه وقتی تلفن دستی دارن دیگه فکر میکنن اینترنت لازم ندارن، در صورت که این تلفن دستی بستگی به محیط داره. شما اگه تو قطار باشی اینترنت نداره، تو تونل چی باشی اینترنت نداره، بیای خونه نمیدونم خونت فلزی باشه، آپارتمان باشه، اینترنت نداره. در صورت ما منتظر ایشون بودیم و ایشون هم نتونست تماس بگیره. اینی که ما هم فکر کردیم که خب سوء استفاده نمیکنیم، حسن استفاده کردیم از این موقعیت و با شما دقایقی بیشتر خواهیم بود. و اما نوشتیم و به شما هم گفتیم که اولین روز مجلس آمریکا چگونه گذشت. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و 9 شب به وقت آلمان با آقای یزدان خدابندلو هستیم و دوستان یه چند تا سوال کردن. اگر فرصتی بشه در برنامه ایشون من سوالات رو میپرسم و ایشون درباره تاراج میراث باستانی ایران میخوان صحبت کنن و میرنشینیم پای صحبت هاشون. پس این رو هم من خط بزنم، چقدر خوبه که آدم برای خودش یادداشت بنویسه. و اما میرسیم به جمعه. جمعه ساعت 12 ظهر دوستان کانون آوا با شما خواهند بود، چه به صورت زنده چه به صورت ویدیوهایی که از قبل تهیه میکنن. ساعت 2 بعد از ظهر آقای مصطفی زاده با شما هستند و یک خبر و یک مژده، بالاخره یک کسی پیدا شد ما رو دعوت کنه توی برنامه خودش. اون وقتا اتفاقا این رادیو آزادگان یا تلویزیونای دیگه این کارو میکردن، ولی از بس ما هم بدیم و دشمنیم و اینها میترسن از هم دیگه. آقای مصطفی زاده همون جوری که هفته قبلم آقای دکتر افشارها رو دعوت کرده بود، امروز یعنی دیروز از من دعوت کردن برای روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر مهمان ایشون باشن. من به ایشون اتمام حجت کردم، اتمام حجت یا همون اولتیماتوم، گفتم آقا وقتی منو دعوت میکنی اولا من هرچی دلم خواست میگم، دوما شما کسی هستید که به دوستان و به اطرافیان ما هم گفتید مواظب باشید این سربی همه به اصطلاح رشته های شما رو پنبه میکنه و خودتون هم مواظب باشید و ضمناً شما هر سوالی خواستید از من میتونید بپرسید و من هم حق دارم یا پاسخ بدم یا بگم نمیدونم میرم پیدا میکنم یا بگم الان مایل نیستم در این باره صحبت کنم.
به همین سادگی قبول کردیم و قرار با هم مصاحبه داشته باشیم. شما را به دیدن این برنامه یا توجه شما را به دیدن این برنامه جلب میکنم، یا میتونستم همون جمله رو هم درست کنم بگم شما را به دیدن این برنامه دعوت میکنم. هر وقت تو صحبت کردن یه چیزی کم میارم یاد آقای یزدان خدابندلو میفتم که ایشون میگه وقتی یه کسی میخواد صحبت کنه، وقتی میخواد برنامه داشته باشه، باید یک دستور زبان و فرهنگ زیادی رو بدونه. خدا کنه اینجا زنگ نزنن ما یه تابلوی زدیم بابا نمیخوایم، نه دینمونو میخوایم عوض کنیم، نه چی میخریم ولمون کنیم. به خیر گذشت این خانمه که آمده بود اینجا، بله رفت خدا رو شکر. خب خوبه دیگه، اقلا بعضی هاشون احترام میذارن هم به خودشون که ما در با عصبانیت باز نکنیم، اشاره کنیم مگه سواد نداری، هم احترام میذارن به ما که آقا نمیخوایم یا خانم نمیخوایم مزاحممون بشی. اینم از این. و بله آقای مصطفی زاده و مهمان برنامه ایشون رو هم گفتم، و آقای مصطفی زاده به من گفتن فردا لطف کنید به دوستان بگید آقای مصطفی زاده از این به بعد فقط و فقط و فقط به وسیله ایمیل با دوستان به اصطلاح کلکل گفت و شنود، مکالمه، مکاتبه میکنه. دلیلش هم اینه که میخواد همه چی مکتوب باشه. فکر بسیار خوبیه. تو آمریکا یکی از تبلیغا اینه، میگه گول دیگران رو نخورید که فقط حرف میزنن. وقتی حرف میزنن و میخواین بر اساس حرف اونها باشون معامله کنید، بهشون بگید put it in writing، یعنی بنویسش همون چیزی. بعد میگه که مهم نیست اونا چه قراردادی برای شما مینویسن، 8 صفحه 9 صفحه ریز 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 ریز، شما اون چیزایی که به اصطلاح بالای گزینه‌های شما هست و به فکر اون هستید خودتون دوباره بنویسید، هم از اون بخواین امضا کنه هم خودتون امضا کنی که مشکلی پیش نیاد. اینم از این. و اما من میدونید که از سال 2009 این وبسایت مردمریپورت.com ما خریدیم، برای که اون دوست جوانمون میگفت که ما میخوایم یه جایی نمیدونم خبر پخش کنیم اینها، که منم خب ساده باید میگفتم خب یه صفحه از همین مردم تیوی رو بردار خبر بزن، ولی نمیدونستم که اینها نیتشون کلن بده، ذات بد نمیشه کاریش کرد. خلاصه اینو درست کردیم، بعدم گفت مریضم، گفتیم بابا اصلا این درد سر وقت میگیره و اینها، اینو ما بدیم به تو. گو که شما ولش کن من تو هوا میگیرم. گفتم آقا اینجوری نیست، یکی رفته 20 دلار گذاشته، یکی رفته 100 دلار گذاشته، ما تا ولش کنیم اون یکی میگیرتش و اینجوری نیست. حالا این من نمیدونم این چه حرومزادهیه، چه به اصطلاح کاسهی زیر نیم کاسهش هست که حتی به من که سالها بهش اطمینان کرده بودم اطمینان نکرد که اسم و فامیل شما بدیم به این سازمان شرکت گوددی، بگیم آقا اینه بدیم به این. خلاصه مونده اگه کسی خواست یه پورتال خبری و اینها میتونه استفاده کنه. ضمناً تا اون زمان شما اگه ویدیویی دارید و اینها میتونید روی یوتیوب قسمت رو برید اصلا ببینید مردمریپورت.com، اونجا صفحه اول بالا اگه بتونم نشونتونم بدم، بذارید نشونتون بدم، میتونید برید اونجا و بذارید اینجا ویدیو بذارید. اینایی که نمیخواید پول خرج کنید و هی میفرستید برای این و اون که اگر امکان داره این ویدیو رو نشون بدید، خب بذارید اونجا دیگه اقلا از ما کار نکشید، سرویسمون رو استفاده میکنید پیشکشتون، ولی دیگه وقتمون رو نگیرید. اینجا کاری کردیم که شما خودت میتونی بری مستقیما ویدیوت رو بذاری اونجا. به چه صورت؟ میری مردمریپورت.com. اوکی دوستان، اون مردم ریپورت دیگه من صاحبش نیستم، و ببینید صاحبش کیه. کسایی که صاحبانشو نمیشناسید اطمینان نکنید. چرا اینها خودشونو مخفی میکنن از شما؟ از خودتون اولین سوالو بپرسید، اگه تونستید پاسخ این رو بدید اون وقت خودتون هی بندازید تو هر وبسایتی. مردمریپورت.com وقتی میایین اینجا معمولا آخرین برنامه من سمت چپه، ولی اینجا میبینید الان آخرین برنامه یا یکی مونده به آخرین مال آقای سهراب چمنارا، چون میخواست اسمش رو عوض کنه گذاشتیم اومد اینجا. خیلی ساده است، نوشتیم شما هم میتوانید ویدیوهای دلخواه خود را مجانا دوستان
مجانا در این صفحه قرار دهید. اینجا را کلیک کنید، ببین اینجا را که کلیک میکنید شما را میبره توی اون صفحه‌ای که باز اینجا نوشته مردمریپورت.com، به این میگن پلیلیست. اینجا را ما آزاد گذاشتیم شما بیاین. یعنی چی؟ یعنی اینو به عنوان پابلیک سرویس تقدیم کردیم به شما. این هم اگه دوست داشتید، آقای ارشاد دیدم اونجا میذاره ویدیوهاشو، بعد یا یادشون میره یا خستهشون میشه، این از این. ولی امروز میخوام با دوستم حسین از ایران یک گفت و شنود حسابی داشته باشم و میخوام که ایشون سنگ صبور باشه، بشینه و حرفای من رو گوش کنه. چون ما هی دو سه بار تلاش کردیم که درد دل خودمون رو بگیم، به نظر میرسه که زبانمون چی میگن کوتاه بوده، نتونستیم به اصطلاح این مطلب رو به خوبی بیان کنیم. حالا امروز دو سه تا چی من میخوام صحبت کنم. یکی راجع به تلگرام. یکی یه دوستی دارم که هم هنرپیشه است هم گوینده رادیوه و توی تلگرام خیلی فعاله. با اجازهش چند تا پیامش رو پخش کنم و من همیشه منتظر بودم که اینو دوستاش توی اروپا یه برنامه بذارن از رادیو یا از تلویزیون اینجا پخش کنن، ولی خب گرفتاری و کار و زحمت و اینها و خانواده هم حالا دیگه زندار شده، فعلا بچه دار نیست و نمیشه بیش از این از مردم انتظار داشت. اینم از این. پس مردمریپورت.com رو حتما بعد از برنامه منو الان نری، الان اگه بری نفرینت میکنم. الهی اگر کسی الان برنامه منو ول کرد و رفت مردمریپورت.com رو نگاه کرد، یا شب بمیره یا روز یا اصلا نمیره. این اصلا نمردنم خیلی درد بدی ها. باید غم و غصه تمام دوستان فامیل رو که یکی یکی میمیرن شما تحمل کنید. نمیخواستم بگم، حالا نمیگم اسم اینا، شاید چون هنوز ممکنه فامیلا با خبر نشن، یک دوست خوب ما امروز در شیکاگو فوت شد پس از ماها که با سرطان به اصطلاح دست و پنجه نرم میکرد، ولی امروز فوت کرد. روان شاد، یادش گرامی باد. و اما گفتم که آقای مصطفی زاده گفته تنها وسیله تماس با ایشون ایمیل. چه ایمیل ساده ای؟ ZIA1942@gmail.com. اگر شما ایمیلی از این ساده تر دارید بفرمایید تا دوستان برای شما ایمیل بفرستن. ایمیل بفرستن برای شما برای چی؟ اینم از این ماجرا. و اما بریم سراغ تلگرام، بعد بیایم سراغ، خیلی کارتون دارم امروز، بریم سراغ تلگرام، بعد بیایم سراغ حسین آقا. از کجا؟ از ایران. خب تلگرام والا بلا من بهتون گفتم یه مدتی اصلا رزیست کردن، یادتونه تو ایرانم به مقاومت میگفتن رزیستنس، مقاومت کردم که نرم آقا بسمه، من یوتیوب و همین تلویزیون مردم و فیسبوک و نمیدونم لینکدین و انقدر چیزای دیگه هست الان یادمون نیست، دارم آقا بسم. ولی شما دوستان، حالا میگم ماجرا چیه. ماجرا مثل اینه که من آمدم مثلا یه جایی رفتیم چند نفر ایرانی خونه خریدیم، قیمتش خوب بوده یا جاش خوب بوده، بعد حالا ببینیم ای داد بیداد اینجا دور افتاده از شهر، نه یه چلو کبابی هست، نه یک نونوایی هست، نه یه سوپرمارکت ایرانیه. سوربی چون ایرانی ها رو دوست داره، این همخونه ها چون یعنی همسایه ها رو دوست داره، پیش خودش گفته چقدر خوب میشه، من که میرم شهر کار میکنم، هر وقت دارم میام 4 تا نون بربری میخرم، 3 تا نون سنگک میخرم، 2 تا از این قوطیایی که پنیر توشه میخرم، میارم میذارم اینجا، این چیزای اصلی رو فراهم کنی، نون و پنیر و خیار و گوجه و این چیزا. ولی دوستان انتظارشون رفته بالا، حالا فکر میکنن سوربی سوپرمارکت داره، هی میان میگن آقا اون شامپوی هست که اینایی که کچل میشن میزنن یه دفعه مو در میارن، میشه شما بیاری؟
میگیم بابا ما میخوام فقط این چهار قلم رو بدیم، شما چیزای دیگر رو وقتی رفتی شهر بخر. آقا اون نمیدونم چیزی هست که میزان پلی میکنن میشه شما بیاری؟ وقتی هم میاریم اون رو یکی که اومده خواسته رفته خریده دیگه نمیاد، این میمونه اینجا. یا اگه چیزه باطل شده باطل شدنی باشه، باطل میشه رو دستمون میمونه ضرر میکنیم، اگرم نه همینجوری میمونه اونجا. هر روز که میبینیمش میگیم این آقا این خانم هر روز میومد، ولی روزی که آمد گفت اینو داری و ما خریدیم دیگه پیداش نشد، خدا کنه سلامت باشه. حالا ماجرای این حسین عزیز از ایران که به نظر میاد کارای اینترنت و اینا رو هم خوب بلده، اکسس یا دسترسی به این وسایل رو هم داره. ببین حسین عزیز، اولا شما یه بار گفتی ای کاش من آمریکا بودم حتی روزانه مبلغی کمک میکردم. ما گفتیم شما که ایران هستی میدونیم مشکله، ولش. ولی عزیز من تو ایران شما با یه مبلغ خیلی کمی یه شرکتی رو پیدا کن، همین چیزایی رو که از من انتظار داری بهشون بگو آقا یه مردم کوفتی هست اینجا، این سربی خیلی بد اخلاقه، این کارو براش بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، منم مای 5 تومن 3 تومن 2 تومن بهت میدم. آقا چرا ما همش میخوایم دیگران برای ما کار انجام بدن؟ خیلی هم برادرانه صحبت میکنه، خیلی هم خیرخواهانه صحبت میکنه، ولی آقا من ندارم کششش رو، من توانش رو ندارم، من وقتش رو ندارم. خب یه زمانی بود میگفتیم که آقا یه کار رو خسرو انجام میده، یه کاری رو داریوش انجام میده، یه کاری رو افشین انجام میده، ما هم میام یه برنامه اجرا میکنیم. زمانه عوض شد، همه کارها رو باید خودمون انجام بدیم. حالا خودمون انجام بدیم، این همه بار روی دوش خودمون، به جای خود از این و اینستاگرام اومده، تلگرام اومده، واتساپ اومده، ایلو، یکی دیگه میگه آقا با من با ایلو تماس بگیر، با ایمو تماس بگیر. میگم اینا چیه؟ میگی اینا یه پروگرامایی که تو ایران خیلی خوبه. آقا هر کسی یه پروگرامی رو بلد شده ازش استفاده کنه فکر میکنه اون بهترینه. اتفاقا امروز یقه داریوش رو هم میگیرم، همین دوست نازنینمون که پیام گذاشته که میگه آقا خیلی کاربرد داره. آقا اولا خیلی جالبه که توی آمریکا این کلمه کاربرد رو اگه شما به کاربرد و کاردبرد بگی یعنی مقوا، کاردبرد یعنی مقوا. شما بیا توی برنامه‌ای به من بگو این تلگرام چه کاربردی داشته. البته ایشون پیامهاشون میگه که فلانی از طریق تلگرام هی به هم نوشتیم اون آزاد شد. میگم آقا یعنی تو فکر میکنی آخوندی که تو خیابون میاد با ماشین میزنه مردم رو داغون میکنه از تلگرام شماها که نشستید تو خونه جلو کامپیوتر وحشت داره؟ نکنید آخه، گول خودتون نزنید. و جالب اینجاست که خود داریوش بعد میاد نصیحت میکنه به آقای شمیرانی آقا خودتو سبک نکن، شما فکر میکنی از تو آمریکا با این تلگرام میتونی مثلا مردم رو نمیدونم جنبش بدی، خیزش بدی. حالا اینا همه رو شما بذارید کنار. آقای مهدی ذوالفقاری، این دوست عزیزمون، این فعال سیاسی، سالها قبل از اینکه اصلا ما بدونیم سیاست چیه، اینا قبل از انقلاب به اصطلاح فعال بودن تو خارج از کشور. اون روز من براش یه چیزی برای من فرستاده بود راجع به این اعتصاب غذا. میگم آقا توی آمریکا زندانی اعتصاب غذا میکنه که صبح اون سریالی که من میخواستم، سریال چی میگفتیم تو ایران فقط بلد شده بودیم، میگفتیم کورنفلکس، اسم شرکته کورنفلکس بود، بعد این همه نوع سریال رو ما فقط میگفتیم کورنفلکس. کورنفلکسی رو که من میخوام شما نمیذارید، اعتصاب غذا میکنه، اینا از ترسی که نمیرن اونو براش میذارن یا مجبورش میکنن که آقا اینجوریه نمیشه، هر بیاریم سوپرمارکت که نیستیم فلان. ولی تو ایرانی که شماها میگید اینا به اینا تجاوز میکنن، شکنجهشون میدن، اعدامشون میکنن، طرف از اعتصاب غذای زندانی میترسه. اینو با آقای استانلو هم میگم، آقای استانلو خب شما این همه کار دارید میکنید میبینید به جایی نمیرسه، چرا روشتون رو عوض نمیکنید؟ بابا درسته میگن نمیدونم که چی خوارزمشاه فلانی در زندان نشسته بود، دید یه مورچه هی میره بالا هی میفته پایین، هی میره بالا هی میفته پایین، آخر کار دید رفت رسید مقصد، گفت پس منم باید همین کارو بکنم. با
بابا اون مورچه راه راش عوض کرده، دیده هرچی صاف بره میفته، زیگزاگ رفته یا وایساده خستگی در کرده دوباره رفته، یه کاری کرده. ولی هی برو هی بیا، این که میگن احمقا هستن که یه کاری رو هی انجام میدن ولی انتظار دارن نتیجه مختلفی بگیرن. اگه آقای ادیسون، آقای نمیدونم بل در لابراتوارشون وایسادن یه چیزایی رو آزمایش کردن، همون کار رو هی انجام ندادن، هی انجام داد، دید آقا این سوخت، فهمید که باید مثلا این فلانچی رو قوی تر کنه، اونو کمتر کنه، اکسیژن نباشه، چون اکسیژن در تماس با چیزا میسوزه. یعنی زنگ زدگی یه نوع سوختنه، آهن شما میذاری اینجا زنگ میزنه، این اکسیدایز میشه، یا تو ایران میگفتیم زنگ زده، این حقیقتا سوخته، یه سری از اون لایه روش با اکسیژن سوخته. زغال رو وقتی شما روشن میکنی میسوزه، برای که با اکسیژن داره میسوزه. بماند، حالا خیلی فیزیک درس ندیم، پوز بدیم که ما فیزیک گرفتیم 21. هر وقت میگم فیزیک گرفتیم 21، طرف زنگ میزنه میگه آقا از 100 گرفتی 21، میگم نه بابا از 20 گرفتم 21. یه استاد دانشجویی داشتیم توی دبیرستان احمدی، ایشون از دانشگاه پهلوی آمده بود، شده بود معلم فیزیک ما، و این یه روشی اون موقع گذاشت، وقتی سوالا رو داد دو تا یا یکی سوال اضافی گذاشت، گفت مثلا یعنی اگه همه اینو درست بنویسن میگیرن 22، اینو گذاشت که امکان نمره بالا گرفتن بیشتر بشه، یعنی شما اگه یه سوال نمیدونستی باز 20 رو میگرفتی. خلاصه من گرفتم 21، خیلی هم براش عجیب بود، فکر کرد من تقلبی چیزی کردم. اتفاقا اگه اشتباه نکنم با شوهر یعنی شد شوهر خواهر یکی از همکلاسیامون غلام، که حالا فامیلیش هم بمانه. خب میبینم که آقای چمنارام اینجاست. دوستان، آقای چمنارا ویدیوهایی رو، سلسله ویدیوهایی رو دارن تهیه میکنن و به نام دانشکده قانون اساسی، و اونا رو میتونید از فیسبوک ایشون برید پیدا کنید، یا اسم ایشون رو توی یوتیوب تایپ کنید و میبینید. یه وبسایت ساده ای هم درست کردن، قانون.com، و ایشون هفته پیشم وقتی آمد صحبت کرد خیلی قشنگ توضیح داد که من کاری به قانون اساسی اینها نداشتم با وجودی که کتاب نوشتم، ولی بعد دیدم که به اصطلاح این کتابی که آقای دکتر نصر احمدی نوشته خوب و اینهاست، و به همین خاطر دعوت کرده بود از دکتر نصر احمدی، که متاسفانه دکتر نصر احمدی یا این اکسایتمنت میگن یا انگزایتی، هیجان زده و اینها میشه آدم. بعضی وقتا مثلا شما اگه فامیلتو ندیده باشی، بعد یه مدت وقتی فامیلتو میبینی، پسرتو، دخترتو، فامیلتو میبینی، ممکنه از خوشحالی گریت بگیره، از خوشحالی نتونی صحبت کنی. یا بعضی ها هستن بچه ها انقدر نیرو و انرژی دارن، ایشون هم لور هست و قوی هست و میگه من هیچ وقت نه مواد مخدر استفاده کردم، نه مشروب خوردم، نه چی، اینا قویه، خلاصه پر از انرژیه، ولی این انرژی زیاده، انرژی زیاد شما اگه نتونی کنترلش کنی منفجر میشه. وقتی قراره بیای یه درسی بدی، اگه بیای یه ساعت حرف بزنی، وقتی میری طرف بگه آقا این قرار بود راجع به کتاب قانون اساسی بگه، راجع به همه چی گفت جز اون، این رو آقای سهراب چمنارا با این فن مهندسی و برنامه ریزی داره منیج میکنه، داره کنترلش میکنه که به یه صورتی 20 تا برنامه برای شماها درست کنن قشنگ، و بدون یکی تو برنامه صحبت کنه، یکی بیاد راجب رضا پهلوی بگه فلان اینا. من خودم بی صبرانه منتظرم، و گفتم اولین ویدیوی که درست کردن چند بار تا حالا تو برنامه ها گفتم خیلی خوب و عالی بوده. و اما مسئول کشتار ترکیه گفتم شناسایی شد، حالا ببینیم کجا دستگیر میشه و اینها بماند. و یه ماجرایی رو قبل از اینکه بریم تلگرام و اینها، من ساعت چقدر الان؟ ساعت 2:01 است. اینو 2:01، من یک آگهی گذاشتم توی دو تا
وبسایت. یه وبسایتی هست مال نیبرهود اینجا، حدود 300-400 تا خونه، یعنی 50 تا خونه ای که ما اینجا هستیم و چند تا به اصطلاح جای دیگه، حدود 300-400 تا خانواده میشن. و مثلا یکی دیروز نوشته بود من یک کمد دارم میذارم بیرون، هر کی میخواد بیاد ببره. یکی دیگه براش نوشته بود نذار بیرون، تو خونت باشه، من الان دارم میام، چون بارونی بود اینجا یکم. اینجوری اینا اینجوری با هم کمک میکنن. اینا مثل ما نیستن، آقا میخوام ایران آزاد کنم، بعدشم اصلا برم دنیا رو آزاد کنم. آقا کتابی ها. و یه دفعه برای این آقای یزدان خدابنده رو نوشتیم آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. آقا کتابی ها. شما فعلا شهر و خونه و کوچه خودت تمیز کن، آزاد کن، جای دیگر نمیخواد بگیری. در صورت ما نوشتیم که دنبال یه ماشین میگردیم و اگر شما ماشینی برای فروش دارید من 300 دلار بیشتر به شما میدم، ببرید کارمکس، اونایی که کارمکس ندارن بزنید رو اینترنت بهتون نشون میده، ببرید کارمکس، اون بهتون میگه چند، یه کاغذم میده که مثلا آقا ماشین شما رو من 5000 دلار میخرم. 7 روز شما وقت داری که یا به اون بفروشی یا بری خودت به دوست به فامیل اینا بفروشی. من خودم تا حالا هر ماشین نوعی خریدم بعد از 4 سال 3 سال که خواستم بفروشم، اولین کاری که کردم رفتم اونجا، اون مزنه بازار رو به من میده، ولی میدونم که اون میخره که بعد بفروشه یه سودی ببره. و الا این همه اوورهد، چراغ و در و زندگی و کافی مجانی و شکلات و پارکینگ و میلیون ها دلار خرج گذاشته که از من ماشین بخره بعدم به شما بده ضرر کنه. نه، قرار از من ماشین بخره 5000 دلار، تر تمیزش کنه به شما بده 6500 دلار. ما گفتیم آقا شما اگه خواستی بری بدی به اون 5000 تا، بیار بده ما 5300. یه آمریکایی نوشته که آقای به نام آلن نوشته که میخوای چیکار کنی با این ماشینا، میخوای بعد بذار من اینو بزنم قرد کنم، بعد ببری بفروشیش. ببینید چقدر احمقه. اولا ببرم بفروشه به تو چه؟ به تو چه؟ ماشین خریدم قانونی، قانونم اینجا به من اجازه میده برم بفروشم. برایش نوشتم نه آقا، من یه دونه ماشین میخوام و انگلیسی زبان سوم منه، تو دیگه انگلیسی هم از من بدتره، یه دونه ماشین میخوام 300 دلارم اضافه میدم، تو یا جونت بالا میاد ماشین داری و ماشینم داره، یه ماشین دو در داره که من نمیخوام ماشین دو در هوندا اونم تو دوزیش چرم نباشه، من نمیخوام، بو میده، اینایی که فابریکه بو میده. خلاص براش نوشتم که نه آقا برو دنبال کارت. بعد بهش گفتم ضمناً تو خودت سوال کردی، خودت هم جواب دادی، نوشتی میخری که بری بفروشی، خب فکر کن من میخرم که برم بفروشم، برو حالا هر قدرتی میخوای بکنی، ولی اگه از من سوال میکنی درباره تو این ماشینی که داری من میخوام بخرم ببرم بذارم کره ما، چون من هر از 5 سالی یه بار میرم کره ما، میخوام وقتی میرم کره ما اونجا ماشین داشته باشم. آخه پف یوز، ببخشید آمریکایی میگه اسخوب، جو آلمانی ها میگه آشلوخ، آشلوخ ماشین داری میخوای اینجوری قبول کن، نمیخوای برو گوریت کن. و اما دوستان ایرانی چند تاشون تماس گرفتن، ممنونم از یکایکشون. و چه جالبه همون ارتباطی که آمریکایی داره جامعهش یا به هم کمک میکنن، ما هم باید به اصطلاح اینجوری باشیم. و یه دوستی که توی رادیو هم کار میکرد و اینها با من تماس گرفت، گفت آقا شما اینجا زدی موتوسیکلت داری برای فروش، اینجا زدی ماشین میخوای، چجوری ماجرا؟ گفتم به همین سادگی، موتوسیکلت دارم میخوام بفروشم، ماشین میخوام بخرم که سوار ماشین بشم. گفت چه جالب، من ماشین دارم میخوام بفروشم، دنبال موتوسیکلت میگردی. آمد و دیدیم و رفت و فلان اینها. بعد دیدیم ماشینی که ایشون داره نیسان سنتراس یا سنترا، اینجا میگن نیسان سنترا. اگر شماها میخواین، ایشون تو مریلند زندگی میکنه، 2002 نیسان سنترا میگه 400-500 دلارم خرج ترمز و جیای دیگهش کردیم، همه این کارها رو که کردیم، پسرمون گفته بابا من حوصله ندارم مثل شماها، من میرم یه ماشین نو میخرم. رفته یه ماشین هوندا 2017 خریده و این مونده تو خونه ما میخوام بفروشیم. من بهش گفتم این برای من کوچیکه،
ولی تو برنامه میگم اگه کسی خواست بیا. گفت حالا که میگی دخترم هم یه ماشین پیکاپ تراک 2003 داره فورد، اونم میخواد بفروشه. اگه این دوتا ماشین رو شماها را دستتونه میخواین بخرید، روی فیسبوک روی ایمیل با من تماس بگیرید، من شماره تلفن ایشون یا اسم ایشون رو فیسبوک میدم، با خودشون تماس بگیرید. اصلا چرا اینقدر ما جانی داره بازی در میاریم؟ آقای اردوان روزبه معرف حضور همتون هست، ایشون رادیو کوچه سالها کار کردن، ژورنالیست هستن و آدم خوبی هم هست. من چند بار تو برنامه اینجا مهمونش کردم، از توی کانون آشنا شدم، سالها مالزی بوده بعد اومده اینجا. آقای اردوان روزبه، برید روی فیسبوک با خودش مستقیما تماس بگیرید. ما که اینجا بنگاه معاملات ماشین نداریم که بخوایم اگه این خرید اون فروخت ما این وسط مثلا کمیسیون بگیریم. بله شما اگه خریدی گفتی آقا خدا پدرت بیامرز تلویزیون مردم این 20 دلارم برای شما، ما ممنونم میشیم، میام تو برنامه هم میگیم، میگیم دوستان به هم دیگه خدمت کنید، کمک کنید. این خدمت دوستان، این انجام وظیفه نیست. وظیفه تلویزیون ها نیست بیان تبلیغ ماشین کنن، وظیفه تلویزیون ها نیست برای شما خونه پیدا کنن. این خدمته که آقای فرومند، آقای کیومرث فرومند تو رادیو کیان ایران گاهی میاد میگه یه خانواده احتیاج به یک آپارتمان دو اتاق خوابه دارن. این وظیفه نیست که پول گرفته باشه انجام وظیفه کنه. آقای آریانپور چقدر من از شما ممنونم. بذارید ببینم این کیه. آه این تلفونه. نه بذارید تلفن، نه اجازه بدید که بره رو پیامگیر، چون گفتم ببینم کیه، میخواستم ببینم اگه اسکایپ هست و اون دوست جوانمون از ترکیه هست اگر تصویرش درست شده باشه باهاش یه مصاحبه کنم، که دیدم نه تلفن هست از مریلند اینجا بود. بمانه بریم سراغ چی؟ تا حالا یه ساعتی معطلتون کردم، بریم سراغ این تلگرام. چرا من باور دارم این تلگرام یه دیوان خانه رسمی است، واقعا دیوان خونه است. حالا بهتون نشون میدم، شما بیان نگاه کنید. یه جایی رو من دیروز تا حالا دیدم، کمپین حمایت زنجیره‌ای از زندانیان در اعتصاب قضا. اولا الان مثلا قبل از اینکه برم دوش بگیرم تا اومدم الان 86 نفر دیگه، یا همون یه نفر، معمولا هم یه نفر، مثلا اینجا یه نفر به نام سعید هی زر 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 چی می‌نویسه. آقا من میخوام از اینا سوال کنم، من میخوام از حسین عزیز بپرسم. آقای حسین عزیز، داریوش گرامی، شما که به من اصرار کردی، آقای حسن خزائی که گفتی آقا این که چی اسمش تلگرام کاربرد داره، این یعنی چی؟ من بشینم اینجا و این کمپین حمایت زنجیره از زندانیان. دوستان حالا نگاه کنید، بذارید من براتون اون خاموش کنم که هی تصویر اون عوض میشه. اجازه بدید یک لحظه. بله اینجا شما دارید میبینید دیگه، نه این کنار نوشته کمپین حمایت زنجیره‌ای از زندانیان در اعتصاب قضا. 3404 نفر از من و شما بیکارتر هم ممبر هستن. حالا ممبر اینجا شما فکر نکنید مثل اینه که مثلا هفته سه روز بخواد بره ورزش کنه، یا بخواد بره مثلا صبح جمعه با آقای فرخیان و چند تای دیگه بلندشن برن کو. نه، با تنبون میاد میشینه اینجا، ببخشید یه دستش تو دماغشه، یه دستش نمیدونم کجاشه فلان، میشینه میخونه. شما به من بگو این چه کار میکنه؟ اینی که 80 خورده توی نیم ساعت، توی یه ساعت زر 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 هی مینویسه، هی مینویسه. آخه این چیه؟ خودتونو مسخره کردین. ولی بعضی از دوستان میگه آقا شما بیا فعالیت کن، فلانی فلان آخوند آمده الان 40,000 تا ممبر داره. خب آقا داره که داره تو سرش بخوره که چی؟ اگه میخواین ممبرتونو بشناسید بگو آقا فلان روز بیاین تو خیابون سپه، بیاین تو خیابون خمینی، بیاین تو خیابون رضا شاه، بیاین تو خیابون میدون شهیاد. اینا چی مسخره که اینا مثل دوستای فیسبوک. من هر وقت یه چیزی می‌نویسم که می‌نویسم فیس دوستان فیسبوک، تو پرانتزم می‌نویسم دشمنان. خیلی‌ها از دشمنی میان
اونجا مینویسن که بفهمن شما چی گفتی چی کار کردی به مانه. اسم دوست آوردیم، اجازه بدید تشکر کنیم از کسی که این بسته بسیار زیبا و قشنگ. آها خیلی جالبه، این چون سبزه پیدا نمیشه، چجوری من به شما اینو نشون بدم؟ در صورت یه بسته سبز خیلی قشنگیه، میدونید چون ما دستگاه چیز استفاده میکنیم کروماکی، بذارید اینجوری بهتون نشون بدم، ما که با شما ظاهر و باطن نداریم، میدونید چون این پشت سبزه که بتونیم اون عکس رو بندازیم، وقتی این سبزه کامپیوتر نمیبینتش. یه دوستی مثل آدم قشنگ اینو پست کرده فرستاده، قبلش هم به ما زنگ زد، ببخشید قبلش برام تکست فرستاده با اون شماره 202 که آقای سوربی من آمدم رستوران و با خانوادم شام خوردم، فکر کردم که شما را مهمون کنم به شام قیابن، 100 دلار یه دونه کردیت کارت خریده و اینا هم پست کرده و گذاشتن توی بسته خیلی قشنگی برای ما فرستاده. چشم، ما هم میریم با خانوادمون به اصطلاح رستوران و اونجا وقتی خوردیم از شما یاد میکنیم. ممنون و متشکرم. آقای شاهرخ احکامی سالهای سال این مجله پرژن هریتیج یا میراث ایران، میراث ایران رو، پرژن هریتیج یا میراث ایران اینو چاپ میکنن و میفرسن. بعضی وقتا مقالایی که میفرسن یه مقداری با تاریخ گذشته و این هیچ اشکال نداره، حتی حتی مجله های آمریکایی را شما که میخری بعضی وقتا چون تاریخش مال 2-3 هفته آینده است با زمانی که اتفاقا افتاده چیز نیست، ولی این بنده خدا چون فصل نامه هست و هر 3 ماهی یه بار چاپ میشه، چیزایی که میگن مثلا بعضی هاش مال 1 ماه پیشه 2 ماه پیشه و این روزا چون زندگی با سرعت برق و باد میگذره یه کمی کهنه میشه، ولی من با همه اینا نگاه میکنم شعرهای قشنگی داره. دوستان باز حسین، حالا من قرار شد پیغامشو پخش کنم ولی چه کنم که هی حرف تو حرف میاد، یه جایی خیلی قشنگ گفته که خوب که گله کرده، گفته البته اگه کسی بخواد شما رو پیدا کنه میره پیدا میکنه، گفتم قربون دهنه جانا سخن از زبان ما میگویی. بذارید اینجا ببینید دوستان، این بالا نوشته مردم tv.com، ما توی فیسبوک با همین اسم مردم tv.com هستیم، ببخشید هم توی فیسبوک هستیم هم توی تلگرام هستیم، نمیدونم میبینید الان شما، ببینم میبینید کجا هستیم، خدایا کامرای سه، بله اینها، این گوشه، این گوشه، ببینید این گوشه نوشته مردم tv.com. من باور کنید بلد نیستم، هر چی رفتم دنبال یک کسی خواستم توی تلگرام بگردم میگه شماره تلفنش چیه، میگم بابا من چه میدونم، شما اسمش میدونم چون یه عده‌ای رو به نامش با شماره تلفنشون قبول کرده، یه عده‌ش در اصل ما اونجا هستیم، تا الان 56 نفر اومدن که ما نه خیلی از بودن اینها دیدیم نه ضرری تا حالا شاملمون شده. بمان یکی از این دوستان، همون دوستمون هست که چند تا پیام گذاشته، من براتون این پیام‌ها رو، مثلا آقای حسن خزائی 21 پیام گذاشته. دوستان ببینید اصلا از لحاظ زمان، از لحاظ وقت، ببینید این کامرای سه من به شما نشون بدم، ببینید شما فکر میکنید خود این آقای حسن خزائی اینا رو خونده، بعد بعضی چی دارم دوبار سه بار میذارن، نگاه کنید نگاه کنید. خب یعنی چی؟ یعنی منی که دوست شما هستم باید بشینم اینا یکی یکی همه رو نگاه کنم، باید بشینم یکی یکی اینا رو بخونم، نگاه کنی نگاه کنی. خب اینه تلگرامی که برد داره، کاربرد داره، اوکی بس ما نخواست، اگه کاربردش اینه ما نخواست. و اما بذارید من پیام این دوستم رو پیدا کنم، اینجا چندین پیامه به وقت آلمانه، بذارید یکی یکی براتون پلی کنم به قول آمریکایی‌ها و بریم جلو. بفرمایید. سلام عزیز. خیر عزیز. برای چی؟ دلیل چی بهتون میگم دوستان؟ چون من نوشته بودم آقا من فردا میخوام راجع به این تلگرام صحبت کنم که حقیقتاً یک دیوانخانه جدیده. ایشون گفته برای چی؟ حالا گوش کنید. خودشون یکم 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 میان جلو میگن.
یعنی هممون میدونیم ولی چنان درگیرش هستیم که نمیفهمیم، متوجه نیستیم. ببینید بشنم، باور میکنی کاربودی که تلگرام داره فیسبوک نداره؟ برای تو ایرانو میگم، چون ایران فیسبوک که میدونی که چیزه، تویتره. الان همین آرش صادقی و که ارتباطش شکست و زنش آزاد کردن، از یمن همین تلگرام بود، بس که فشار زیاد اومد، فشار از تلگرام اومد، زدن به توییتر و اینستاگرام. کشور خارجی هم در این مورد صحبت کردن دیگه، اونا هم راضی شدن، چیزو گلرخ ابراهیمی رو آزاد کردن با وثیقه. البته دوستان باورتون میشه؟ این دوست من باور داره فشارها توی تلگرام زیاد شد، بعد زدن به توییتر، بعد به دولت‌های خارجی، دولت‌های خارجی فشار رو زیاد کردن، آخوندها با وثیقه اون همسر آرش صادقی یا زنش یا دوستش هر کی آزاد کرد. من باور نمی‌کنم. اگر شما باور دارید یک لحظه نباید از پای تلگرام بلند شید و بشینید اونجا وقت بذارید. حالا بشنوید ببینید همین دوست من چگونه خودش در طی چند تا تاری چند تا پیام عوض میشه. گوش کنید. آرش صادقی هم اعتصابش شکست و گذاشت که بهش تزدیق تروم کنن، تروم دیگه سرنکی نمیتونه غذا بخوره که پیگه 70 روز غذا نخورده. خدا میدونه تو چند روز تا چند وقت باید تروم فعلا مصرف کنه. داریوش جان، شما با این صحبتت میگی حکومت اسلامی یه حکومت خوبیه که زندانیاش اعتصاب قضا که کردن، بعد وقتی اعتصاب قضا رو شکوندن اونا میان بهشون سرم بس میکنن، اونم با اجازه آرش صادقی، بدون اجازهش که نه. آقا حکومتی که باتون میکنه فلان جای زندانی اگه بخواد اعتصاب قضایی اینو بشکنه نمیتونه دست پاش ببنده به خوابونتش سرم بهش بس کنه؟ یا اونا از خداشونه که همه اینا اعتصاب قضا کنن، هم قضا کمتر بخورن هم زودتر مریض بشن؟ آقا عزیز من یه چیزی بگو. ماجرای کلاغ بود، فوشش داد، گاه آقای منار، گاه خانم، گاه آقا یه چیزی بگو که بگنجه. شمایی که به شمیرانی ایراد میگیری میگی آقای شمیرانی خودت سبک نکن، واقعا فکر میکنی که رژیم آخوندی اسلامی جمهوری که نیست براش مهمه که من و توی که زندانی هستیم اعتصاب قضا کنیم یا نه؟ همین آقای مهدی ذوالفقاری برای من نوشت، البته کارساز از چون جهانیان آگاه میشم اینها، بعد نوشت البته این برای دنیا خوبه نه برای زندان ایران. گفتم آقا زندان ایران طرف با خودش قوی کنه، چون اونا که شما میگید اینا رو 30 تا 20 تا میندازن توی اتاق نمیتونن نفس بکشن، حمام ندارن، خوراک ندارن، دکتر ندارن، آخه نمیخونه. آقای اوسانلو میاد اونجوری از بدیاش میگه. داریوش عزیز نمیخوام بگم نادانسته، چی بهش اینجا میگن نعیف. نعیف دو تا معنی داره، یکی مظلومانه، یکی ساده لوحانه. آدم خوشنیتی بودن، همه چیزو ساده صادقانه، الان باور کرده که بله اوکی دوستان من دیگه حالا خانمم رو آزاد کردید رفت، من حالا اوکی لطف کنید یه دو دست چلو کباب بیاری. نه آقا چلو کباب بخوری این روده ها تو اینا چسبیده به هم، ما اول باید به شما آیوی بزنیم، سرم بزنیم. عجب حکومتی. بعدم اون خانم مرخصی دادن بره خونه، نه والا مرخصی و زندانی تنها رژیمی که چیز ایرانی ها هستن. حالا من براتون میگم از ماجرای این دوستان ما که راجع به ماشین گفتم، الان هر دوشون دارن به من زنگ میزنن، خیلی جالبه. یه دوست دیگه ای که اونم تو کار رادیو هست، هفته پیش به من گفته بود که خانمش از ایران اومده و براش ماشین میخواد و من بهش گفتم منم ماشین میخوام، و امروز به اینا گفتم با هم تماس بگیرید و به اصطلاح کارو درست کنید. ببینم این چی میگه. برادکست فیل. خب
از وقت دوستان زنگ زدن این چیز رو قطع کرد. ببخشید دوستان، یک لحظه اجازه بدید، یک لحظه شما رو هم بذارم روی این برنامه زنده سوربی با مردم، میام خدمتتون، اینو درست کنیم بیام. خب اب نداره دیگه، الان هر کاری میکنیم. چرا گو لایوش روشن کرد بزنید، این چیزای مجانی مثلا فیسبوک الان این سرویس رو مجانی میده، چیزای مجانی شما طلبکارشون نمیتونی باشی، برعکس اون چیزی که من میگم بابا شما نمیتونی بگی من میخوام مجانی ببرمت پس هر وقت دلم خواست میاد بمانه. داشتیم گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر قر زندگی کنیم، داشتیم با دوستانمون کلکل میکردیم که این فیسبوک قطعمون کرد. خب حالا ببینیم باز داریوش چی میگه، بفرمایید. والا من نمیدونم چی کاریه آخه، من سردر نمیارم والا از بعضی انسان ها. خب من پسر نادون، تو که میدونی که سر کارت با یا اون دختر نادون، تو که میدونی که تو جمهوری اسلامی نمیشه در مورد سنگسار رمان نوشت، چرا شروع میکنید؟ آخه من موندم، چرا زندگی خودتون رو باد میدید؟ اگه میخوان زندگی نکنید خب خودکشی کنید. دوستان از زمانی که شروع کرده 4:26 پی ام به وقت آلمان بوده احیانا، این پیام 4:28 است، یعنی در عرض 2 دوست ما که فکر میکرد عجب رژیمی سرم وصل میکنه و زنه رو آزاد میکنه و تلگرام فشار میاره و آخوند از فشار تلگرام میترسه و اینها، الان به این نتیجه رسیده. دوست عزیز جوان، این چه نادانیه که تو انجام میدی؟ شما اول باید محیط تو بشناسی اگه میخوای فعال سیاسی باشی، ببینی تو این محیط چه نوع فعالیت باید انجام بدی. زرتی یه کاری بکنی بگیرن بندزن اونجا، یه مشتی هم بیان هی اسم بنویسین، 5000 تومان پول میگیرن از هم دیگه، و یه سری بیچاره هم هم میگه 5000 تومان کارت دادم، 5000 تومان کارت دادم، همونی که میگم 3000 خورده ممبر داره اینجوری. حالا ما نمیدونم امروز به حسین میرسیم یا در هر صورت بریم پایین تر. من از ایشون اجازه گرفتم که پیاماتو میتونم پخش کنم، ایشون گفت بله. خلاصش این که ایشون میگه آقا خانم شما تو این شرایط اول ببین با کی طرفی، بعد ببین با اینا میشه در بیفتی با کاغذ و با نوشتن. حالا شما رفتی کتاب نوشتی راجع به سنگسار در اسلام، آیا خواننده داری در ایران؟ خواننده ایرانی در ایران وقتی میخونه چه کار میکنه؟ شما بهش میگی باید چه کار کنه؟ بذارید باز یه بار دیگه این رو روی چیزم بیاریم بذاریم، چه میدونم والا دیگه این فیسبوک هم شد یه دردسر جدید. بله اینجا شیر کنیم. ای داده بیدا. ببین مثلا آقای حسین آقا، این کارا رو من دیگه نباید اینجا حواسم باشه. شما به من میگه آقا من برنامهاتو میفرستم روی فیسبوک، یکی دیگه میگه من برنامهاتو میفرستم روی یو استریم، یکی دیگه میگه 1000 تا پروگرامه، ولی هر یکی میاد میگه آقا بذار روی یو استریم، اون میگه بذار روی من استریم، اون میگه بذار روی نمیدونم وای فای استریم. آقا نمیرسم، نمیتونم، توانش ندارم. یکی میخواد حمایت کنه مثل شما که اونم دستش بسته است در ایرانه، میگه من نمیتونم. چیکار کنیم ما؟ خب بذارید ببینیم. Share on a page you manage. همینجوری دیگه ما میذاریم دیگه، هم نمینیستیم سوربی با مردم و اینها، وقت نداریم. خب بریم دوباره سراغ تلگرام و ببینیم پیامهای جدیدتر چی گذاشته. بفهم این پیام من جناب سوربی برای آقای سعیدی شنیدیم.
این هم یک پیام برای آقای سعید شیمرانی که مدتی است در تلگرام با 6-7 هزار عضو متوهم شده که میخواد در اردیبهشت ایران نجات بده. والا من به شما فقط آقای شیمرانی عرض کنم که مخالفان شما مرتب این پیام های شما و اون سربازان گمنام شما رو میفرستن به دوستان و به بنده و با کلی خنده و کامنت های شوخی و خلاصه به سخره گرفتن شما رو. دست برداری آقای سعید شیمرانی. خب ببین، خود این دوست عزیزمون میگه این آقا 6-7 هزار تا عضو داره و کار این اعضا اینه که اینا رو برای همدیگه میفرستن میخندن. اون وقت بدبخت شیمرانی توی کانادا یا توی الان توی کالیفرنیا میشینه نوشته اینا رو عکس میگیره که یه نفر پشت یه پولی نوشته درود بر نمیدونم قهرمان شیمرانی. آقا برو دنبال کار زندگی. و خود شما که به من میگی برو آقا اینو را بنداز و هر روز وقت بذار و بشین یکی یکی جمع کن و بگو و فلان، نه خودت تازه داری میگی اون که 6-7 هزار تا گرفته امروز به جایی رسیده، کلمه سخره مسخره کردنه دیگه، که دیگران به باد مسخره و خنده میگیرنش. درسته؟ بفرمایید. نه این یکی هم یک پیام آخه خنده داره. مگر شما تصویری که از یک چی شد؟ بفهم. اگر آقای چرا اینجوری حرف میزنی؟ هی قطع میشه. شما یه نگاهی بکنید تو این کانال های دیگه که یه مقایسه بکنید با اونایی که میگن ما سیاسی هستیم و 90 هزار دارن 100 هزار دارن و اصلا نه ایران نه کسی اینا رو میشناسه. اصلا شما برید یکم مطالعه بکنید تاریخ انقلاب 57 رو مطالعه کنید چجوری به وجود اومد. دست از این توهمات بردارید، خودتون رو بیش از این سبک نکنید. آقای شیمرانی شما معلوم میشه که آدم بدی نیستید، نکنید با خودتون، موجب مسخره عام و خاص نشید. بله ممنونم. خب حالا دوستمون حسین آقا میگه شما بذار پیامش براتون بیارم که اونجوری واقعا ببینی که من بابا اینجا که نشستم دارم بهتون میگم اون تعدادی که میشمارم و میدونم و هست 8800 تا توی فیسبوک مردم تیوی، 5000 تا توی فیسبوک سوربیه، بیش از 3000 نفرم ایمیل. حالا تو تلویزیون مردم چقدره و زنگ میزنن و تلفن میزنن و پیام میفرستن بمانه که یه تلفنشو دیروز براتون بگم که اول طرف زنگ زد فحش و ناسزا، بعدش گریه و عذرخواهی. براتون میگم، ولی بذارید تلفن حسین آقا رو اول پخش کنم. و چون گفتم که امروز میخوام با این حسین آقا یه را چی میگن یه درد دل دوستانه داشته باشم، اینو انجام بدم. آقا تو همون ایرانی که شما میگید اینترنت ضعیفه، دسترسی به فیسبوک نیست، والا شرکتای هست تبلیغاشونو من اینجا میبینم که میتونید باهاشون صحبت کنید، اینترنت قوی بگیرید. همین آقای دوستمون که پیاماش هی اینجوری قطع میشه، معلومه که این یه تلفن اینترنت ضعیفیه، بعد یکی دیگه که زنگ میزنه این قطع میشه، یا مثلا داره میره اتوبوس یه جایی ساختمون بلند هست قطع میشه. یه اینترنت درست حسابی، بعد شما بگو آقا دیگه نگران چیز نباش، بریم اول سراغ حسین از ایران، بعد برگردیم بریم کالیفرنیا سراغ پتیک و پای درد دل پتیک بشینیم، که پتیک من فکر کنم کسیه که از من بهتر درد منو میدونه. بشنویم حسین ببینیم چی میگه و منم اینجا هی صداتو قطع میکنم، یکی تو بگو یکی من بگو. به این میگن گفت و شنو. بفرمایید. سعودی عزیز سلام.
اینجا صبح از نزدیک زور ایران ساعت حدود 11:30 صبح. امروز هم همون مثل همیشه به سلام میکنم و تبریک میگم سال نو رو، نمیگم مزاحمت شدم، چشم. اما نکته میدونی که همه چیز رو همگان دارم، اینی که دیگه حالا در مورد تلگرام فرمودی که شما باید به تک تک مردم تلگرام بزنیم که آقا ما اینجاییم، هرکی بهت گفته درستی نبودی نازنین، کافی که شما همین دوستمون داریوش گفت. من بهش گفتم آقا این یعنی چی؟ خب این مثل وبسایت نیست که ما باز کنیم بیان. گفت نه، این شما مینویسی اونجا، بعد به اونا هی یکی یکی میگی من آمدم اینجا، با اونا میان عضو میشن. ما هم هر کسی برامون چی فرستاده بود رفتیم تو قسمت ممبر، هی زدیم اد، تق 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 زدیم. بله درست میگید، یکی یکی نه، مثلا 8 نفر 9 نفر آمده بودن زدیم، یه دفعه از 15 نفر شد 60 خورده، بعد چند تاشون هم گفتن آقا نه مثلا رفتن شدن 50 خورده. میدونم. و هر چیز جدیدی میاد قرار نیست من یاد بگیرم. اگه اینجوری باشه که من میشم انیشتین، تازه بابا انیشتین هم همه چی رو یاد نگرفت. والا انیشتین اگه امروز از قبر بیاریم بیرون بشینه اینجا میگه اینا چیه، شما دیوانه اید اینقدر وقت میذارید با این دستگاه ها، برید بگردید. میدونید که انیشتین دوچرخ سواری میکرده، برای خودش قدم میزده، سیگار میکشیده، با دوستاش خیلی شوخی میکرده، خیلی جوک میگفته. آخرین باری که من و شما با دوستامون جمع شدیم جوک گفتیم کی بوده؟ حسین جان چقدر وقت تو با تلگرام میگذرونی؟ چه کار بردی؟ چه راندمانی؟ چه بازدهی؟ چه سودی از این تلگرام بردی؟ کدوم آخوند تا حالا از دست تلگرام سکته قلبی کرده مرده؟ کدوم حرکتی انجام شده یه نماینده دزدی رو آوردن تو تلگرام، بعدم انقدرش فشار آوردن که رفته تو توییتر، بعدم از توییتر رفته دستگاه خارجی؟ بله آقا از بانک دزدی کرده بود آمد تو فلان، بعدم اومد تو کانادا، کانادا هم براش مأمور گذاشته که یه وقت آقا به این که پول برای ما آورده یه کسی توهین نکنه ها. بفرمایید حسین جان. ما آیکانتونه بذارید روی همه سایت ها، حتی آیکانتونه بذارید روی همه سایت ها. دوستان این کلمه آیکان، اتفاقا حسین قبلا یه پیامی گذاشته که آقا شما گله میکنی از دوستان، ولی نه فیسبوکت هست، نه این هست، نه اون هست. منم یه کمی چارج کرده بودم خودم عصبانی که دیگه حسین تو چرا، که بیام بگم بابا هست اون بالاست یکم دقت کن. بعد خودش زنگ زد گفت آقا ببخشید، دیدم بالای صفحتونه و من دیدم فلان اینا، ولی هنوز توییتر رو چیزو نذاشتی، تلگرام رو نذاشتی. عزیز من، من 60 سالمه، من تا سال 2003 فقط ایمیل می نوشتم، احتیاجی نداشتم. از 2003 که آمدیم، همون پسره که بهت گفتم، اونم یه ایرانی دیگه که حتما از باباش دزدی و پدر سوختگی یاد گرفته، از کس غریبه که یاد نمیگیریم که، آمد و با ما شروع کرد به کار کردن. چون این کارا رو انجام میداد، تا 2011 ما باز چیکار کردیم؟ هر چیزی بود میگفتیم این، اونم انجام میداد. بنده از 2011 تا حالا اومدم با کامپیوتر آشنا شد. چند سال؟ 6 سال. وبسایت الان بلدم درست کنم، فیسبوک بلدم درست کنم، ویدیو بلدم درست کنم، ادیت بلدم انجام بدم. بابا نمیتونم، تا شما گفتی توییتر، نمیدونم تلگرام، اینستاگرام، کوفت زهر مار، آیکان 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 آیکان، هی برم بذارم که چی بشه؟ که دو تا بیان اینجا، سه تا بیان اونجا، چهار تا بیان اینجا. خب آقا اگه کسی میخواد، میدونه که سوربی مردم تیوی اینجا، اگرم نمیدونه پس میشه دوباره همون که من باید برم دنبالش. پس داریوش درست میگه، یعنی شما میگه اون مردم تیوی رو میشناسه، میاد رو صفحه مردم تیوی، بعد اگر تلگرام من آیکانش اونجا نباشه، تو تلگرام که میره دنبال مردم تیوی نمیگرده؟ ولی خودت پاسخ میدی، البته اگه کسی بخواد میدونه شما رو پیدا کنه. بفرم اینجایی هم که دارید صحبت بکنید آیکانتونه بذارید که مردنه که از اینجا بتونن برن تو، بدونن که شما دارید. ما خودمان میریم جستجو میکنیم، پیدا میکنیم شما رو، نگران اون نباشید. اون کسی که میخواد شما رو پیدا کنه پیدا میکنه. شما
قربونت برم، درست توی 10 ثانیه زد و نقیض صحبت کردی. اول گفتی شما ایکانتو بذار که اون بدون شما داری، بعد ما میریم پیدات میکنیم. اگه ایکان اونو بذاریم دیگه شما احتیاج نیست منو پیدا کنی، کلیک که میکنی میبرد تو مردم تیوی تلگرام. ولی من بارها گفتم شما تفاوت این تنها تلویزیونی که تفاوت حقیقت و واقعیت یاد داد، ممنون از آقای شبستری، تنها تلویزیونی که تفاوت وظیفه و خدمت یاد داد، ممنون از آقای تیمسار آریانپور، تنها تلویزیونیه که تفاوت دانش آموز و دانشجو رو سعی کرده که یاد بده، به نظر میرسه که مونده هنوز نتونسته. عزیز من، شما میدونی چرا وقتی ما میریم مدرسه تا کلاس 12 ما دانش آموزیم، ولی وقتی میریم دانشگاه میشیم دانشجو؟ آقا من میگم تلویزیون مردم مثل دانشگاه عمل کنید، مثل دبستان و دبیرستان عمل نکنید. اصلا من نمیخوام اونا رو، اونایی که اینجوریان بذار برن تو اون تلویزیونای دیگه، تا طرف بهش بگه آ ب م ما، وقتی یاد گرفت بعد دانشجو شد. حالا چه فرقی بود؟ چرا به این میگفتن دانشجو؟ دانشجو شما میمدی استاد دانشگاه بودی، کتابه رو معرفی میکردی، جزوه رو معرفی میکردی، یه کوتاه دربارش میگفتی، دانشجو میرفت دنبالش تحقیق میکرد. شما توی یه مهمونی میگی آقا این مردم تیوی دیوانه رو میشناسی سربی؟ طرف میگه نه. اون اگه دانشجو باشه وقتی رفت خونه میگه این کی گفت؟ حسین گفت کلاسی؟ خانمش میگه سربی. یا میگه چی تلویزیون؟ گفت مردم تیوی. میگرده جستجو میکنه، کوست، یه ماشین هست نیسان کوست، یعنی جستجو کردن، میره دنبالش. و الا من همینجوری که شما تا امروز توییتر و اینستاگرام و نمیدونم یوتیوب و اینا رو ندیدی، گیرم که بغلش تلگرامم بوده، اونم نمیدیدی، برای که دانش آموزی عمل کردی تا امروز. تا امروز دوست داشتی من بیام بهت بگم حسین جان این مشق امروزه، برو 10 بار بنویس، فردا بیام بزنم پشت دستت، کج نوشتی جریمه. گذشت، شما الان دانشجو هستی، اونم شما که اینا رو بلدی. اگه شما بلدی پیدا کردی، شما نگران کی هستی؟ نگران اونایی هستی که بلد نیستن؟ چرا شما یادشون نمیدی؟ مگه ما نداشتیم توی مدارس؟ شما میدونی من بارها گفتم من از کلاس دهم شدم معلم. بعضی هم میگن این سوربی دیوونه هست، میگه من دهم که بودم معلمم. بله آقای مهندس خورسندی دید من بلدم، منو گذاشت به درس بچه های دیگه بدم. مگه این سیستم تو دانشگاه هم نیست؟ دانشجوی سال سوم میاد به سال اولی درس میده. شما که دیگه از من بالاتری، شما استادی، ما رو آقا به استاد یاری قبول کن، شما بیا یه سری یاد بده، شما بیا یه سری بگو. میدونم پول خرج میکنی، از ایران تماس میگیری، ولی آقا من نمیرسم، کشش ندارم، بلد نیستم. من تا امروز نمیدونستم چرا تو توی تلگرام 2 باید برسم، هنوزم که می‌نویسم مردم تیوی سربی. آقا مردم تیوی سربی چیه؟ مردم تیوی میخوام باشه. کاکو جون یک کمی خودت بذار جای ما، قبل از اینکه بریم پیشتر، یکی از گذاشتن جای ما اینه که دیروز یه آقای زنگ زد، من اینجا چون بودم گوشی رو برداشت و شروع کرد فحش دادن، گفت میخوام با آقای سوربی صحبت کنم. احتمالا داشت برنامه من یه جایی میدید، حالا میخواست ببینه که این برنامه زنده است یا نه. گفتم من هستم سوربی، بفرمایید. میدونی وقتی اینا اینجور میشه میگه آقا اون که داره صحبت میکنه، میگم دوست عزیز، اونی که شما داری میگی این برنامه مثلا مال چهارشنبه است، مال دوشنبه است، بعد من سوربی هستم. اگه شما فکر میکنی من دروغ میگم، خب صحبت نکن. اگه فکر میکنی من سوربی هستم، صحبت. شروع کرد فحش داد، هر چی فحش داد من هیچی نگفتم. دیگه فحش کم آورد، گفت که چرا حرف نمیزنی؟ گفتم برای که شما داری حرف میزنی. یکم مثل خندش گرفت، گفتم خب اگه من حرف بزنم شما هم حرف بزنی، که من فحشای شما رو نمیشنوم. قبلا اینجوری بودم، تا یکی یه چی میگم منم داد میزنم پدر فلان. حالا یاد گرفتم صبر کنم ببینم چشه، به قول احمدی نژاد دیوانه، ببینم کجاش میسوزه، تهش میسوزه، سرش میسوزه، پاش میسوزه، دستش میسوزه، روی اون پانسمان بزنی. خوب گوش دادم، گفت چرا حرف نمیزنی؟ گفتم خب برای شما حرف میزنی، هر وقت شما تموم شد بعد بگو، حالا شما صحبت کن من صحبت. گفت هم الان شما صحبت کن.
گفتم شما حالت خوبه؟ اگه خارج هستی سال خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشی. تا حالا خوب بوده سالیت؟ گفت گفتم برنامه منه که دیدی عصبانی شدی. گفتم من شما رو چندین سال میشناسم. گفتم اوکی، تا حالا چیزی من دروغ گفتم به شما؟ هیچی نه. گفتم تا حالا دروغ گفتم؟ گفتم آقا جون آزادتون میکنم، اسفند نمیدونم میبرمتون، بستنی براتون میخرم، چیزی گفتم؟ گفتم فقط چون مخالف شما هستم. احتمالا شما طرفدار پادشاهی هستی، درست میگم؟ گفت بله. گفتم هنوزم طرفدار پادشاهی هستی؟ گفت من تا بمیرم طرفدار پادشاهی هستم. گفتم خود آقای رضا پهلوی دیگه طرفدار پادشاهی نیست، تو طرفدار کدوم پادشاه هستی؟ نادرشاه؟ طرفدار کی هستی؟ هی میخواست حرف بزنی، گفتم گوش کن. قرار شد چی؟ شما حرف زدی، من گوش ندم. حالا من حرف میزنم، شما گوش بده. هر وقت گفتم نوبت شما، شما صحبت. گفتم شما امروز به خودت زحمت دادی، به من زنگ زدی، مطمئنم که به فامیلات زنگ نزدی، به پدر بزرگت زنگ نزدی، مادر بزرگت زنگ نزدی، دوستات زنگ نزدی، سال نو تبریک نگفتی، ولی چون مخالف منی، این نیرو و انرژی مخالف بودن تو رو واداشته که به من زنگ بزنی، تنها به این دلیل که مخالفی، درسته؟ گفتم شما دشمن منی؟ گفت نه آقا، من چه دشمنی با شما دارم؟ گفتم خب پس خدا رو شکر که مخالفیم، درسته؟ گفتم شما تو خانوادتون همه با همه چیزایی که شما میگن موافقن؟ مثلا دخترت اگه شما ماشین سفید میخوای، اون ماشین قرمز دوست داره، مخالف شماست، زنگ میزنی فوشش میدی؟ مادرت اگر طرفدار مصدقه، بابات اگه طرفدار مصدقه، تو طرفدار پادشاهی هستی، به بابات فوش میدی؟ گفت نه. گفتم تو مهمونی که میری همه اونای مدعوین با شما موافقن؟ گفت البته که نه. گفتم اگه کسی مخالف باشه میری جلو وای میسی بهش فوش میدی؟ گفت نه آقا، چیکارش دارم من؟ گفتم خب پس چرا؟ به این دلیل که من تو تلویزیون هستم و شما میدونی که دست من بهت نمیرسه، به خودت اجازه میدی که فوش بدی. آیا این ثابت نمیکنه که شما یه آدم ترسویی هستی؟ به اونی که جلوت وایساده حتی اگه ازت ضعیفتره جرأت نمیکنی فوش بدی، ولی به من با شماره نامعلوم زنگ میزنی فوش میدی. گفتم حالا نوبت شما، بفرمایید. گفت میدونی من خیلی هم از تو بدم نمیاد، به همین خاطر برنامهات نگاه میکنم. گفتم خب الحمدلله، مرسی، نشون داد آدم گیجی هستی. یه وقت میگی بدم میاد، یه وقت میگی بدم نمیاد، ولی خب بازم جا داره. خب بگو ببینیم حالا شما چی میگی؟ زنگ زدی میخوای چی بگی؟ چرا نمیای قشنگ مهمون من باشی تو برنامه ها؟ بگی آقا سور، بگی گفت دو دوتا میشه 6 تا. دروغه، دو دوتا میشه 4 تا. مردم هم عقل دارن، هوش دارن، میگن آقا این آقای ایکس عجب خود درست میگه. تا آخرش هم اصلا نپرسن شما اسمت چیه، شمارت چیه. بعد شروع کرد یکم بغض کرد، گفت من نمیدونم تو قربت، من نمیدونم تبعیدی. گفتم کی تبعیدت کرده؟ کی تبعیدت کرده؟ اگر جمهوری اسلامی هر کی مخالفش بود تبعیدش میکرد با آمریکا و اروپا، خداییش دوستان مردم نمیرفتن یکی یکی یک کاری بکنن که جمهوری اسلامی تبعیدشون کنه؟ پس تبعیدی نیست، ما حتی بلد نیستیم، ما تبعید و مهاجرت هم بلد نیستیم. یاد گرفتین تا حالا؟ زنگ نزنید بگید ما از تلویزیون ها چیزی یاد نگرفتیم. من مسخره میکنم میگم تلویزیون برای یاد گرفتن نیست، ولی تفاوت حقیقت و واقعیت یاد گرفتین، تفاوت خدمت و انجام وظیفه رو یاد گرفتین، تفاوت دانشجو و دانش آموز رو یاد گرفتین. حالا بیاین اینجا دنبالش یاد بگیرید. شما تبعید نشدی، شما مهاجرت کردی، و مهاجرت یکی از چیزای خوبه تو زندگی بشر. اگه نبود توی منطقه‌ای که هوا گرم میشد به دلیل مثلا مذاب شدن فلان کوه آتش بشان، همه میمردن. طرف از اونجا مهاجرت میکنه، خونه ای رو که درست کرده ول میکنه، 4 تا عکس از توش ور میداره، مهاجرت میکنه. این نمیتونه بره یه جایی بگه آقا کوه آتش فشان منو تبعید کرد. اونم تبعیدت کردن آمریکا؟ گفت شما از کجا فهمید من آمریکا هستم؟ گفتم اگه جای دیگه بودی احتمالاً به خاطر 2-3 سنت در دقیقه زنگ نمیزدی.
چون تو آمریکا هست مجانیه و من و تو مفتخور هستیم زنگ زد. کلی هم خندید و عذرخواهی کرد و بعدم گفت که نمیدونه من حالا اگه بتونم یه کمکی هم میکنم. بعد شما نمیخواد کمک کنیم به اونایی که باورشون داری کمک کن، بعد که دیدی هی کمک کردی چیزی که گفتن نشد، اون وقت برگرد بیا اینجا مثل اون آقای محمد رضا که فوش میده تو رنگارنگی بوده، مثل آقای پیروز نیا کیه؟ آریو برزن پیروز نیا که بعدن اینا یکی یکی فهمیدن، بعدن گفتن آقا تو از ما جلوتر بودی، تو زودتر از ما فهمیدی. بفرما حسین جان. تلاش برام بکن دقیقش با ما زنده خوشم میاد از سایت میدونی که یه سال خوردی دارم میبینم نگیدایی میکنی هر ساعت و هر دقیقه میکنی، کسی پول نمیده، میدونم هم که وضع مالی آنچنانی هم نداری، بعد نیم وضع مالی نه برای ایران دفاع میکنی، نه ضد ایران دفاع میکنی، نه ضد آم آنچه موجوده دست برمیاد روی انجام میدی. من همه سایترم میبینم، گفتم بعد وقتش هم دارم. این که آدم شما نگاه میکنه حس نمیخوره، این باز حد اقل دیگه. ممنونم بازم اگه به زنگ میزنم فکر میکنی بیفایده از پاکستان، این حد اقل سینی که کاری کرده هستم کمان که نمیتونم بکنم، نمیشه کرد یعنی از اینجا حالا چرا میشه؟ من به شما گفتم تو ایران برو این شرکت هایی که اینترنت میفوشن و وبسایت درست میکنن اینها، به یکشون بگو که آقا این وبسایت مردم تیوی من میخوام یه جایی درست کنم، توی گوگل هر کسی زد مردم تیوی تمام این لینک ها یه صفحه برات درست میکنم، بعد مینویسه تلگرامش اینه، اینستاگرامش اینه، یوتیوبش اینه اینه. حالا که این دوستمون لطف کرد و پیام گذاشت، بذار ما این صفحه رو نشون بهتون بدیم. دوستان بارها بهتون گفتم وقتی به یه صفحه وبسایت میرید نترسید، یکم این ماوستون رو اینور اونور بچرخونید، یه چیزای جدید یاد بگیرید. حالا وقتی ما رفتیم مردم تیوی، اجازه بدید من سلکت ایریا، بله اینجا رو بهتون نشون بدم. خب آمدید اینجا، بله ببین شما از این بالا شروع کن، این هوم که هم یعنی صفحه اصلی که اینجا هستی، about یعنی درباره، بزنید ببینید نوشتید درباره سوربی چی، بخونید. بعد این نوشته آرشیو، اینو بزنید آرشیو، میبرتتون صفحه آرشیو ما، بایگانی ما. این لینک اینا رو دیگه مال این اوائلی بود که کار میکردیم شروع کردیم، الان دیگه مردم یه صفحه درست میکنن دیگه اینا لازم نیست. کانتکت منی که از اول برنامه تا آخر شماره تلفنم مینویسم، ایمیل مینویسم، حالا دیگه شما بیاید برید تو این صفحه، یه صفحه دیگه باز بشه، اسمت چیه، فامیلت چیه، بابات کی بود، مامانت کی بود، حالا بفرست این شماره رو هم ببین، یه شماره هم مینویسن که هیچکی نمیتونه بخونه. ما سادهش کردیم، آقا میخوای ایمیل بزنی USA که من هستم، نقطه سوربی هم که منم، @gmail.com. تلفن میخوای بزنی 202-695-2573. تکست میخوای بزنی 202-695-2573. توی برنامه ها میخوای شرکت کنی به عنوان مهمان 3 دقیقه کمت 703-950-6150. USA نقطه سوربی برات مشکل، info@mardomtv.com. بعد این بالا نگاه کنید دوستان، میبینید شما اینجا نوشته یوتیوب، فیسبوک، توییتر، این یه چیز دیگه بود اصلا، RSS، SSR، اصلا من نفهمیدم این چیه، باید فکر کنم میزدیم خبرها رو میآورد اونجا میذاشت اینا. آقا من نمیرسم، وقت ندارم. من این نیاکو گفتن آقا ما توی امسال اینا رو بردارید، میخوایم چیزای جدید درست کنیم و اینها، وقت نکردم بردارم. تنها کاری که کردیم اومدیم آقای فرزاد شبستری و دوستان دیگه‌ای مثل جبهه آزادی خواهان اینها که اینها دیگه با تلویزیون مردم به اصطلاح همکاری حمایت نمی‌کنن، حقیقتا ما برداشتیم گفتیم خب چرا ما اینا رو می‌ذاریم اینجا، ملت فکر کنن او چه پولای گیر ما میاد. در هر صورت اینم از این، در صورت ممنونم آقای حسین عزیز گرامی، مرسی. و خود شما ببین تمام اون تلویزیون‌ها رو می‌گی رفتم، هرس می‌خورم چقدر قشنگ میگه آدم بدون که بدونه داره چی میگه.
تلویزیون های دیگه به شما هرس میدن، یه تلویزیون پوشو پیدا شده به شما هرس نمیده. شما من از کجا میبینی؟ یوتیوب میبینی؟ مردم تیوی دات کام میبینی؟ فیسبوک میبینی؟ تلگرام صدامو میشنوی؟ آقا همین که شما میگی برنامه تو برو صدایی کن به صورت مثل رادیو همین این، من نمیخوام بگم دو ساعت، ربع ساعت وقت منو میگیره. خب ربع ساعت اینجا، ربع ساعت اونجا، ربع ساعت اونجا، ربع ساعت اونجا، هر یه ساعتی 4 تا ربع ساعت، این یه ساعت، هر شبانه روز 24 ساعته. همینجوری میگذره. در صورت بازم ممنون از اون دوستی که این بسته ای رو فرستاده که $100 کردیت کارت، به این عادی میگن گیفت کارت. گیفت کارت یعنی کارتای گیفت که دیگه همه بلده، هدیه نمیدونم هچ. خب دیگه چی بگم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است. آن شعره این بود. خب ببینیم دیگه براتون چی داریم. و اما آها، پیام گیفت که دیگه همه بلده، هدیه نمیدونم هچ. خب دیگه چی بگم که ناگفت. میبینید چقدر تأخیر داریم. من کی اینجا تو واشنگتن صحبت کردم، این از تو این دستگاه رفته کالیفرنیا، از کالیفرنیا مثل توییتر فشارش دادن رفته تو ستلایت. ستلایت راستی چقدر بالاست؟ 200 کیلومتر، 200 مایل. بعد از اونجا برگشته اومده تا شما ببینی. این زمان درست همون زمانیه که بعض وقتا 1 ثانیه، بعض وقتا 3 ثانیه، بعض وقتا 5 ثانیه، بعض وقتا 10 ثانیه. قدیما تا 1 دقیقه تأخیر داشتیم. خب خواستم چی بهتون نشون بدم؟ پیام پتیک رو با هم بشنویم. و پتیک هم دل خونی داره، ببینیم چی میگه. بفرمایید آقا پتیک. بله آقای سربی، سلام. پتیک هستم. دکتر نیستم که حالتون رو بپرسم، ولی از دکترهای آگاه بپرسید حال مردم خارج از ایران چرا چنین است. اخیار، سرسری، هفت خالی زن، عمل نکردن و و و. چند هفته پیش در مورد معرفی قهرمانان پرسیدم و بعد از معرفی جیسون کلمبیایی، دریادار آریانپور رو معرفی کرده و امید داشتم این مردم همیشه در صحنه دست از چرت و پرت‌های فیسبوک برداشته و کمی هم عمیق‌تر ببینند و بیاندیشند. ولی دیدم خیر، کو گوش شنوا و چشم دیدار. دیروز دوباره در چند دقیقه به گوشه ای از نوشته های آقای آریانپور که در وبلاگ خود گذاشتن نگاه کردم و از این همه زحمت و پشتکار و آگاهی این مرد که حداقل 66 سال از عمر خیش را صرف خدمت به وطن کرده و با این دانش خود دریایی از فن و نوآوری برای آیندگان می‌گذارد، قرب شادی و از طرفی از سهل‌انگاری مردم قرب تعجب شدم. 17 ژانویه 2016 اولین مقاله ایشان در وبلاگشان گذاشته شد و هر هفته سعی می‌نمایند مطالب بیشتری و بهتری در اختیار مردم قرار دهند. بیایید حداقل با خواندن و نه عمل کردن، که عمل کردن هیچ وقت در ما ایرانی ها در حد بالا نبوده، حداقل تشکری از این فرد نمایید و قهرمانی را برای خود نگاه دارید. خدا نگهدار. بسیار ممنون دوستان. توی یه دقیقه و خورده‌ای حرف دلشو زده، پیشنهادشو کرده و الی آخر. چقدرم قشنگ. حال شما خوبه؟ مگه من دکترم که حالتو بپرسم؟ من به همه میگم امیدوارم حالتون خوب باشه. چون اگه به یکی گفتی حالت چطوره، گفت که حالم بده، بیمارم، و میخوای چیکار کنی؟ نسخه در بیاری، نسخه بدی. البته ما ایرانی‌ها نسخه هم میده. جواب شما آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین آقای هوشنگ آریانپور نوشته چنین بوده و چنین خواهد بود. خادمان محکومند و خائنین مشعوف. مشعوف از کلمه شعف و شادی میاد، یعنی بهشون پولی چیزی میدن که شاد باشه. و اما میگه سفیر انگلیس قتل قائم مقام فراهانی را در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران چنین تعریف میکنه: قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم. هر رشوه‌ای که به او میدادیم میگرفت، اما آن را به شاه میداد. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردم.
پس از اینکه پول فرستاده شد شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتم و مقداری را به او و مقداری را هم جهت عواملش به دو دادم و گفتم باید که وی را تکفیر کنم. فردا در همه مساجد تهران روحانیون بر منبر رفته و بانگ برآوردن که مسلمانان از دست این کافر فریاد او دولت اسلام را بر زمین زده است. سر و صدا که بالا گرفت شاه ابتدا او را عزل کرد و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی و تنپرست را امضا کرد. پس از قتل آن بزرگ مرد سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم را در شهر ببینم. دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشتن این کافر ملحد را به هم تبریک میگویم. اینم پاسخ شما آقای پتیک عزیز. و اما میگه تغییر انسان و اقدام به کارهای غیر منطقی و خارج از تصور مهم نیست که فرانسه بدانی. آها، این یه گزارشیه، این دوستمون فرستاده، ببینیم فکر کنم ورزش اجازه بدیم این ورزش خانما رو نشون میده. و یادتونه اون وقتا یکی که میخواست ماشین بخره میگه این ماشینه صاحبش یه زنی بوده خیلی خوب اینجور و اونجور و اینا. الان این خانما رانندگیشون که هیچی، حالا چی بگیم، دشمن برای خودمون درست نکنید، رفتار اعمالشون هم برای که از مردا عقبتر نباشن ببینین چه جوری شدن. بسمون راست میگه ایشون. حالا من بازم دارم دنبال یه برنامه میگردم یه وقت اضافی پیدا کنم. تمام این ویدیوهای خوبی که این دوستم و دیگر دوستان میفرستن نشون بدم. متاسفانه وقت کم است، یار و یاور نداریم، هر چی داریم انتظاره. حتی دوستای خوبمون مثل حسینم وقتی میگه همه تعریفا رو میکنه میبینی در آخرش ایشون یه انتظاری از شما داره که اگر میدونستم و میتونستم تا امروز انجام داده بودم. در هر صورت نمیخوام بگم همینه که هست، ولی چیز دیگه هم نمیتونم بگم. گیفت و گفتیم، میراث ایران رو نشون دادیم. آها، چند تا آخوند براتون گذاشتم نشون بدم ولی وقت نیست، باید بریم سراغ آقای یزدان خداوندلو. باز برمیگردم خدمتتون و یه دونه خاموش روشن یا ریفرش هر چی که اسمش میذارید باید انجام بدید، چه از تلویزیون مردم و چه از صفحه فیسبوک. با ما باشید. ممنون و متشکرم.